صبح خیر. آرزو میکنم که جور ساعت سر حال باشین. ببینین جامعه مدنی پلیس میان مردم و حکومت در راستای تحکیم عدالت و قانون. امروزه نهادهای مدنی زیادی در بخش‌های مختلف مطابق همون برنامه‌ای که دارن در کشور فعالیت میکنن. امروزم یکی از همین نهادها که تحت نام شبکه حمایت در افغانستان فعالیت داره از یک سالگی کارکردش تجلیل میکنه. با ما همراه باشین در کل این گزارش روی اهمیت و ارزش نهادهای مدنی در افغانستان میخوایم تهیه کنیم. ما جشنواره جوانان برتر در سطح افغانستان برای اولین بار برگزار کردیم و از سر تا سر افغانستان بیش از 3000 جوان اشتراک کردند در این جشنواره، نه تنها از داخل افغانستان بلکه جوانان افغانستان از خارج از افغانستان است. ما به خاطر یزی که ثابت ساخته باشیم ذخایر، معدن، آب، این همه ثروت های زیرزمینی ما به کجا می روند، ما جشنواره جشن زمین را برگزار کردیم در سطح افغانستان و به تمام مردم افغانستان ثابت ساختیم که ما در کجای جهان قرار داریم و از چه منابع طبیعی برخوردار هستیم. اقتدار ملت ها، اقتدار ملیت ها امروز در گوشه و کنار دنیا در کجا هست؟ در کدام بود است؟ بدون شک در مدنیت است و در یک سیستم پاسخگو هستم. ما هم یک روزی میخواهیم که مدنیت ما و سیستم پاسخگوی ما واقعا در گوشه و کنار دنیا الگو باشد. و این کی کار کرده میتونه؟ بدون شک شما جوانای توانا، جوانای برومند، شما شخصیت هایی که شب و روز تلاش کردید و یک جریان بسیار مهم و سازنده را شکل داده. آقای کنشگاه نصیری، رئیس شبکه حمایت، در کنار ما آقای نصیری، بر شما تبریک میگم. تجلیل یک سالگی تان در کل روی فعالیت هایی که در طول سال و گذشته نهاد شبکه حمایت داشتن بگوین برام. تشکر میکنم از شما هم. در کل شبکه حمایت ظرف یک سال گذشته 70 برنامه مدنی داشتن که تجلیل از جشن نوروز بود، جشنواره جوانان برتر بود، معرفی سفیر ورزش در افغانستان و برگزاری جشنواره صلح. یعنی نمیتونم که 70 برنامه را نام بگیرم، ولی 70 برنامه مدنی برای رشد و ارتقای ظرفیت های جوانان و گرد هم جمع کردن جوانان در فضای صلح و صمیمیت بوده. خب آقای نصیر، بر ما رو بگین در کل نهادهای اجتماعی مسئولیتش در چیه سالا که در افغانستان فعالیت دارن عزیز شما؟ در کل نهادهای اجتماعی و جامعه مدنی هدفشان فرهنگ سازی است. اینا میخوان فرهنگای اصیل افغانستان یا فرهنگای اخلاقی را که در جامعه باید رایج باشه میسازن و ما در صدد ازی هستیم تا بتونیم فرهنگ سازی بکنیم. نهادهای اجتماعی که در افغانستان فعالیت داره دستور داشتن یا خیر و دستورش از اینا تا چه اندازه تونسته که مؤثر واقع شود؟ خب شما ببینین، اگر 37000 سازمان اجتماعی واقعا در راستایی که باید خدمت داشته باشن یا پروژه که میگیرن واقعا اگر اونا تطبیق کنن، خب طبعا دستاوردهای می داشته باشن، جامعه رو به پیشرفت و ترقی خواهد بود. اما متاسفانه فعلا ما چیزی رو که در جریانش هستیم واقعا میبینیم که این سازمان ها زیادتر کوشش میکنن که منافع خود را در نظر بگیرند و خودشان بیشتر پیشرفت کنن یا در جایی برسن، اینکه به فکر مردم باشن یا فعالیت هایی که انجام میتن واقعا در اساسی که این مردم، کسایی که واقعا ستم دیدن، خصوصا از طبقه آناست، از کسایی قشری که واقعا اینا یک صدمه رو دیدن از جامعه. اما متاسفانه به نظر من اگر واقعا اینا در راستایی که باید کارکرد داشته باشن فعالیت کنن، شاید جامعه رو به ترقی میشد، پیشرفت میکرد. اما امیدوار هستم بعضی از نهادهایی که در این راستا کار میکنن واقعا در این راستا کار کنند و تا حال بوده سازمان هایی که واقعا دستاورد داشتن، مثل شبکه حمایت، مثل سازمان صلح و جوانان و کسایی که در این راستا کار کردن واقعا دستاورد هایی داشتن در این راستا. امیدوار هستم که بعد از این هم همین روال منوال ادامه پیدا کنن که نه تنها یک، دو یا سه سازمان، بلکه تقریبا همگی سازمان ها در این راستا کار کنند. هوای تفریحی و مدنی است
نهادهای اجتماعی یا جامعه مدنی، پلیس، میان و مردم و حکومت، آرزو میکنم که اینها همواره بتونن تا صدای ملت را به گوش مسئولین و حکومت برسونن، تا اونایی که حقشون تلف شده بتونن که حقشون را به دست بیاره. سپاس از اینکه تا ایدن با ما همراه بودین. لحظات باقی برنامه صبح خورشید را با همکارانم در رسید دنبال کنید.